یک داروخانه جایی است که می توانید دارو بگیرید. می تواند در بیمارستان، بخشی از یک فروشگاه باشد. در داروخانه می توانید دو نوع دارو بگیرید. یک روش که جلوی پیشخوان و یا بدون نسخه نامیده می شود و دیگری نسخه نامیده می شود. داروهای پشت پیشخوان درون قفسه های فروشگاه یافت می شود و برای درمان مشکلات کوچک سلامتی به کار می روند. برخی نمونه ها داروهای برای سرماخوردگی خفیف، سرفه، سردرد، معده درد و دردهای دیگر می باشند. برای این نوع داروها لازم نیست پزشک برای شما نسخه بنویسد. برای داروهای پشت پیشخوان شما باید پول بپردازید. در حین ملاقات با پزشکتان بیان تمام داروهایی را که مصرف می‌کنید، حتی گیاهی، مهم است. یک دکتر ممکن است داروهای مشخصی را تجویز کند که به کنترل سلامتی شما کمک می‌کنند. بنابراین آنها برای شما نسخه می‌نویسند. نسخه ها داروهایی هستند که فقط در صورت اینکه پزشک شما برای شما آن را بنویسد می توانید بگیرید. نسخه ها می توانند توسط پزشک به نزدیکترین داروخانه نزدیک خانه شما ارسال شوند. یا گاهی اوقات شما مجبور خواهید بود که خودتان نسخه را به داروخانه ببرید. اگر دکتر به شما نسخه دهد تا به داروخانه ببرید، حداقل مجبور هستید یک ساعت تا آماده شدن آن منتظر بمانید. داروی شما به کنترل وضعیت سلامت شما کمک می‌کند و نقش مهمی در بهبود یافتن شما دارد. پزشک شما در نسخه‌تان چه مقدار و چه وقت مصرف داروهایتان را برای شما می‌نویسد. مهم است داروهایتان را طبق تجویز پزشک مصرف کنید. با انجام این کار می توانید از رفتن احتمالی به بخش مراقبت‌های ویژه و یا اورژانس جلوگیری کنید. مطمئن شوید که سوالات مربوط به داروها را اگر درباره‌شان مطمئن نیستید بپرسید. از داروهای تجویز شده به کسی ندهید. فقط برای شما و شرایط ویژه سلامتی شما هستند. دادن آنها به کس دیگر، به ویژه کودکان، می تواند بسیار خطرناک باشد. قبل از اینکه داروهایتان را بگیرید، باید نسخه خود، کارت بیمه سلامتتان و کارت شناسایی عکسدار یا آیدی با نام صحیح خودتان، تاریخ تولد و آدرس به فروشنده داروخانه بدهید. اگر آیدی خود را هنوز دریافت نکردید، کارت برنامه‌های کمک پزشکی پناهندگان خود یا آرمپ کارت را بدهید. اگر کارت بیمه را همراه ندارید، به فروشنده نام شرکت بیمه و شماره کارت بیمه خود را بگویید. فروشنده اطلاعات شما را وارد کامپیوتر می‌کند و به شما می‌گوید چه مدت باید منتظر باشید تا دارویتان آماده شود. می تواند یک ساعت یا بیشتر آماده شدن دارویتان طول بکشد. گاهی اوقات ممکن است آنها دارویی را که آن روز نیاز دارید نداشته باشند و یک یا دو روز بعد شما می توانید به داروخانه بروید. تمام داروخانه ها به مترجم های تلفنی که موارد پزشکی را می دانند دسترسی دارند. گرفتن زبانی که شما راحت تر با آن ارتباط برقرار می کنید مهم است. بنابراین آنها می توانند به یک مترجم تلفن بزنند تا هر دوی شما بتوانید یکدیگر را بفهمید. در بخش انتظار می توانید منتظر باشید تا داروهایتان آماده شود یا می توانید بعداً برگردید. وقتی به داروخانه برمیگردید و داروهایتان برای گرفتن آماده هستند، فروشنده نام خانوادگی و تاریخ تولد شما را می پرسد.
این هویت شما را تایید می کند و اطمینان می دهد که شما دارویتان را درست دریافت می کنید. اجازه دهید فروشنده بداند که شما به مترجم نیاز دارید و به چه زبانی صحبت می کنید. وقتی فروشنده داروهای شما را بررسی می کند، شما باید با اسم خودتان برگه را امضا کنید که تایید می کند شما داروهایتان را دریافت کرده اید. فروشنده از شما می پرسد آیا سؤالی در رابطه با داروهایتان دارید یا به مشاوره نیاز دارید؟ اگر شما سؤالی در رابطه با داروهایتان داشته باشید، می توانید از متخصص داروخانه که مدرک دارد و به شما اطلاعات کامل داروهایتان را می دهد بپرسید. برخی داروها ممکن است نوعی تأثیر جانبی داشته باشند که وقتی آنها را مصرف می کنید واکنش بدن شما را تغییر می دهند. می تواند این حالت خواب‌آلودگی، عصبی بودن، بی‌حال بودن یا انواع حالت‌های دیگر باشد. صحبت کردن با متخصص داروخانه کمک می‌کند تا بدانید وقتی داروهایتان را مصرف می‌کنید به دنبال چه علائمی می‌باشید و اگر برخی تأثیرات جانبی را احساس می‌کنید، برای اطمینان یافتن از هر چیزی با دکترتان تصمیم بگیرید. وقتی داروهای تجویز شده را مصرف می کنید، دارو مؤثرتر است. پیروی از مقدار دارویی که باید مصرف شود و چند بار در روز مصرف شود مهم است. وقتی پزشک شما به شما می گوید یک بار، دو بار یا هر 6 یا 8 ساعت دارو مصرف کنید، زمانی را که در طی روز برای مصرف داروهایتان مشخص نمایید. اگر یک دوز را فراموش کردید، از دستورالعمل پزشکتان پیروی کنید یا با داروخانه تماس بگیرید. این کار کمک می‌کند تا از مسائل و مشکلات بالقوه سلامتی جلوگیری کند. در حین مشاوره داروخانه می آموزید که چه دارویی برای وضعیت ویژه سلامتی خود طبق راهنمایی دکتر مصرف کنید. متخصصین داروخانه همچنین به شما می‌گوید چه وقت قبل یا بعد از غذا داروهایتان را مصرف کنید و در هنگام مصرف دارو چه چیزهایی را نباید بخورید و یا بیاشامید. اگر وضعیت سلامتی شما بعد از مصرف دارو بدتر شد، با داروخانه، پزشک خود و یا 911 تماس بگیرید که به نشانه ها و علائم شما بستگی دارد. متخصص داروخانه به توجه به نشانه های مختلف توضیح می دهد و گاهی لازم است با 911 تماس بگیرید. اگر سوالات بیشتری در رابطه با داروهایتان دارید، مطمئن شوید که متخصص داروخانه در این زمان آنها را به شما بگوید. پزشک شما ممکن است به مدت 30 روز برای شما دارو تجویز کند. اگر داروهایتان تمام شود و پزشک شما دوباره آنها را تجویز کند، برای درخواست داروی بیشتر می توانید با داروخانه تماس بگیرید. شرکت بیمه شما هزینه نسخه شما را برای این مدت زمان که پزشک شما خواسته است می پردازد. اگر قبل از 30 روز داروهایتان تمام شود، شرکت بیمه شما هزینه تجویز دوباره آن را نمی پردازد تا اینکه مدت 30 روز گرفتن دارو به اتمام برسد. اگر چنین چیزی رخ دهد، شما باید با پزشکتان صحبت کنید. ممکن است دکتر بتواند با شرکت بیمه شما صحبت کند و قبل از 30 روز دوباره درخواست دریافت دارو نماید که به شرایط سلامتی شما بستگی دارد.
بطری داروی شما با شماره تلفن و شماره شناسایی داروی شما در داروخانه فهرست می شود. وقتی تماس می گیرید دستور عملهایی را که صدای خودکار به شما می دهد اجرا کنید. اگرچه صدای خودکار به زبان انگلیسی است، می تواند برای صحبت کردن مستقیم با فروشنده شماره صفحه را فشار دهید. لغت فارمسی را بگویید و فروشنده شما را به داروخانه وصل می کند. وقتی داروخانه پشت خط است، نام زبان خودتان را برای اطلاع دادن مترجم زبان به آنها بگویید. وقتی مترجم پشت خط است، نام خانوادگی و تاریخ تولد و نام دارویتان را که باید دوباره بگیرید بگویید. بررسی مختصر. 1. داروخانه جایی است که می توانید دارو بگیرید. می تواند در بیمارستان و یا بخشی از یک فروشگاه باشد. 2. داروهای روی پیشخوان یا بدون نسخه را می توانید در قفسه های فروشگاه بیابید و برای درمان مشکلات کوچک سلامتی به کار می روند. نیازی به نسخه یا یادداشت پزشک برای دارو نمی باشد. 3. نسخه ها داروهایی هستند که فقط برای گرفتن آنها دکتر باید بنویسد. نسخه می تواند به نزدیکترین داروخانه به خانه شما توسط دکتر فرستاده شود یا گاهی اوقات شما خودتان نسخه را به داروخانه می برید. 4. برخی داروها ممکن است تاثیر جانبی داشته باشند که تغییراتی در نحوه واکنشی بدن شما در صورت مصرف دارو ایجاد می کنند. برخی نمونه ها عبارتند از خواب آلودگی، عصبی بودن یا درد معده. برای اطمینان یافتن این مسئله با پزشکتان تماس بگیرید. 5. مهم است که از پزشک یا متخصص بپرسید که چگونه هر دارو را مصرف می کنید و آیا این شامل تجویز دوباره هم می باشد؟ در صورت نیاز یک مترجم بخواهید. 6. از داروی خود به کسی ندهید. ممکن است سبب بیماری آنها یا مهلک باشند. به ویژه از دارویی که مصرف می کنید به کودکان ندهید. داروهایی که ویژه کودکان هستند وجود دارند.